سلام چرا نمیشه به سرعت نور رسید یا حتی سریعتر از اون حرکت کرد معمولا متداول ترین جوابی که برای این سوال مطرح میشه اینه که میگن هرچی سرعت یه جسمی زیاد میشه جرمش افزایش پیدا میکنه بنابراین نیرو و انرژی که لازمه که سرعت اون رو باز بیشتر بکنیم هی بیشتر میشه و در سرعت نور جرم بینهایت نهایت میشه بنابراین انرژی لازم برای رسوندن اون جسم به سرعت نور هم بینهایت میشه و چون بینهایت انرژی نداریم نمیتونیم چیزی که جرم داره رو به سرعت نور برسونیم چه برسه که بیشتر از اون کنیم فقط چیزهایی که جرم ندارن با سرعت نور میتونن حرکت کنند و در واقع اصلا با سرعتی غیر از اون سرعت نمیتونن حرکت بکنن اصلا این سرعت نور در واقع سرعت الیته که حالا این فوتون ها هم با اون سرعت الیت حرکت میکنن که حالا اینو بعدا توی ویدیو دیگه توضیح میدم این توجیه و دلیل خیلی مفهومی و قابل حس نیست و صرفا با یه سری پیشفرزا داریم یه نهجگیری میکنیم که معلوم نیست خود اون پیشفرزا از کجا اومده حالا که توی چند تا ویدیو مفاهیم نسبیت رو براتون توضیح دادم و حتی روابطش رو هم با هم استخراج کردیم میتونیم با کمک اونها به یه درک بهتری از این موضوع برسیم و با همدیگه دیگه بررسی کنیم که واقعا چرا نمیشه به سرعت نور رسید و یا حتی بیشتر از اون برای درک بهتر این موضوع باید بریم دوباره سراغ اون ساعت‌های نوری که توی قسمت‌های قبلی معرفی کردیم و ازش استفاده کردیم. همون ساعت‌هایی که از دو تا آینه تشکیل شده بودن که نور بینشون بالا پایین می‌رفت و این بالا پایین رفتن نور بین این آینه ها در واقع همون تیک تاک ساعت بود. مثلا هر بار جابجایی بین این آینه‌ها یک ثانیه رو نشون می‌داد. اینجا این رو بگم که توی یکی از ویدیوهای قبلی توضیح دادم که چرا ساعت‌های معمولی و حتی فعلان داخل مثلا بدن ما هم شبیه همین ساعت نوری رفتار میکنن و بنابراین فرقی نمیکنه که از کدومشون برای توجیه این پدیده استفاده بکنیم برای سادگی کار این ساعت نوری رو داریم مثال میزنیم دوباره این ساعت رو میذاریم توی یک سفینه و سفینه رو با سرعت زیاد حرکت میدیم خب دیدیم که از دید ما که داریم به سفینه نگاه میکنیم ساعت کنتر تیک تاک میکنه چون نور مسافت بیشتری رو باید تی کنه تا بین دو آینه بالا و پایین بره و بنابراین زمان از دید ناظر ساکن برای سفینه کند میگذره این جدول رو هم یادتونه جدول فاکتور لورنس بود برای سرعت‌های مختلف نسبت به سرعت نور که در واقع به ما میگفت چقدر زمان کند میشه یعنی مثلا اگه گاما دو بود میگفتیم که زمان دو برابر کندتر میگذره حالا فرض کنید سفینه برای اینکه سرعتش رو به سرعت نور برسونه شروع میکنه به شتاب گرفتن شتاب یعنی تغییرات سرعت در واحد زمان یعنی فرض کنید مثلا در هر ثانیه 100 متر بر ثانیه سرعتش رو زیاد میکنه در سرعتهای کم اتفاق عجیبی نمیفته و مثلا میبینیم بعد از یک ثانیه سرعتش میشه 100 و بعد از یک ثانیه دیگه میشه 200 و بعد از ثانیه سوم میشه 300 و الی آخر ولی وقتی سرعت زیاد میشه قضیه ذره فرق داره مثلا وقتی به 87 درصد سرعت نور برسه با توجه به اتساع زمان ما میبینیم که زمان برای سفینه دو برابر کند میشه یعنی به جای یک ثانیه دو ثانیه طول میکشه سرعتش 100 تا زیاد بشه خب این یعنی شتابش نصف شده وقتی سرعتش به 99 درصد سرعت نور برسه زمان هفت برابر کن میشه یعنی هفت ثانیه طول میکشه که سرعتش 100 متر بر ثانیه زیاد بشه و بنابراین شتابش یک هفتم میشه خب فکر کنم دارید میبینید که داریم به کجا میرسیم سرعتش اگه به 99 ممیز 999, 999 درصد سرعت نور برسه زمان براش 7000 بار کنتر میشه یعنی شتابش یک هزارم میشه و خب این همینطور ادامه داره و بنابراین در سرعتهای خیلی نزدیک به نور شتابش اونقدر کم میشه که عملا دیگه سرعتش زیاد نمیشه و با اینکه خیلی میتونه به سرعت نور نزدیک بشه ولی هیچ وقت به صورت نور نمیرسه بذارید یک تصویر مفهومی دیگه برای این قضیه که چرا شتابش صفر میشه هم ارائه بدم برای انتقال نیرو بین ذرات سفینه باید فوتون بین اونها رد و بدل بشه. وقتی سفینه با سرعت بالا حرکت میکنه، زمان بیشتری طول میکشه تا فوتون از یک اتم به اتم بعدی برسه و اون رو هل بده. و بنابراین زمان بیشتری برای افزایش سرعت لازمه که یعنی شتاب کم میشه و وقتی به سرعت نور بخواد برسه، عملا دیگه فوتون نمیتونه از یک اتم به اتم دیگه بره و بنابراین سفینه نمیتونه دیگه شتاب بگیره. خیلی باحال نه در ضمن اگه نمیدونید چرا باید برای انتقال نیرو بین ذرات فوتون رد و بدل بشه یه ویدیوی مربوط به نیروی پنجم دارم که توش در مورد نیروهای بنیادین توضیح دادم اون رو ببینید حالا ممکنه بگید که اگه شتابش از اول ثابت نباشه یعنی هرچی چی سرعتش زیاد میشه میزان قدرت موتور رو بیشتر کنه و با مصرف سوخت بیشتر شتابش رو بیشتر کنه چی یعنی مثلا در 87 درصد سرعت نور که زمان دو برابر کند شده بود دو برابر سوخت مصرف کنه که شتابش دو برابر بشه و با اون اثر کند شدن زمان اثرشون خونسا بشه و به همون شتاب قبلی برسه خب اگه بر فرض محال بتونه این کار رو بکنه وقتی به سرعت 99 درصد سرعت نور میرسه باید قدرت موتور رو هفت برابر کنه و اگه سرعتش بیشتر بشه همینطور باید سوخت بیشتری مصرف کنه و قدرت موتور رو بیشتر کنه دارید میبینید به کجا داریم میرسیم با همون استدلال اول که گفتم اگه بخواد به سرعت نور برسه باید بی نهایت قدرت موتورش بیشتر کنه و سوخت بیشتری مصرف کنه پس دیدید بازم نمیشه به سرعت نور رسید و هیچ رفتی هم به تغییر جرم سفینه نداشت در واقع جرم واقعی سفینه تغییر نمیکنه ولی همین موضوع که وقتی سرعت سفینه بیشتر میشه باید نیروی بیشتری بهش وارد کنیم تا شتابش همون مقداری بشه که در اول حرکت داشت باعث میشه که به نظر بیاد که جرم سفینه بیشتر شده یعنی وقتی فاکتور لورنس دو بود ما دو برابر باید نیرو مصرف کنیم که یک شتاب مشخص به اون سفینه بدیم و این یعنی انگار جرم سفینه دو برابر شده یعنی جرم هم با همین فاکتور لورنس انگار تغییر کرده ولی در واقع مقدار ماده تشکیل دهنده سفینه تغییری نکرده چون تغییر حرکتش سختتر شده میگن انگار جرمش زیاد شده چون یکی از تعاریف جر مقاومت در برابر تغییر حرکته یعنی اینکه چقدر نیرو لازمه که یه جسمی رو سرعتش رو زیاد بکنیم به جرمش بستگی داره و برای همین میگن جرم این سفینه به نظر میاد زیاد شده که بهش جرم نسبیتی میگن از طرفی چون طبق رابطه ای مساوی با ام سی دو انرژی و جرم با هم هم ارزن بنابراین میتونیم این رابطه تبدیل لورنسو برای انرژی هم بنویسیم یعنی انرژی جسمی که داره حرکت میکنه از دید ناظر ساکن با همون ضریب لورنس تغییر میکنه من خودم از شدت هیجان بیان این موضوعات واقعا به وجد اومدم شما رو نمیدونم حالا صبر کنید هنوز کارمون تموم نشده اگه یکی خیلی زرنگ باشه اینجا میاد میگه که این نایی که گفتیم همش از دید ناظر ساکن بود که داره سفینه رو نگاه میکنه مگه نگفتیم از دید داخل سفینه هیچ چیزی عوض نمیشه و همه چیز داره عادی میگذره پس چرا از دید کسی که داخل سفینه است نمیتونه به سرعت نور برسه هر کی این سال به ذهنش رسید بعد بهش آفرین گفت چون نشون میده که مفاهیم نسبیت رو درست درک کرده یه جواب خیلی پیش پا افتاده به این سوال که اگه بگم یه ذره ناامید میشید اینه که خب مگه نگفتیم قوانین فیزیک برای ناظرهای مختلف نباید فرق کنه یعنی برای ناظری که داخل سفینه هم هست نباید قوانین فرق کنه و اگه از دید ناظر ساکن اون نمیتونه به سرعت نور برسه از دید خودش هم نباید بتونه به سرعت نور برسه به همین راحتی ولی میدونم که این جواب قانعتون نمیکنه بذارید یه جواب دیگر امتحان کنیم از دید ناظر داخل سفینه سرعت سفینه چقدر بود صفر دیگه هر چقدر هم سرعتش زیاد میشد سرعت سفینه چقدر میشد بازم صفر بنابراین از اول تا آخر اصلا سرعت سفینه صفره و اصلا رسیدنش به سرعت نور و عبور از سرعت نورش اصلا تعریف نمیشه که بخوایم روش بحث کنیم که چرا نمیتونه به سرعت نور برسه اینم یه جواب ساده دیگه بازم قابل میکننده نبود درسته اونی که از اول این سوال به ذهنش رسید الان حتما میگه که مگه نگفتیم که اگر کسی که داره حرکت میکنه به بیرون نگاه کنه مثلا یه ستاره ای رو ببینه که از کنار سفینه داره عبور میکنه به نظرش میاد که اون ستاره داره با سرعت سفینه از کنارش عبور میکنه یعنی در واقع سرعت خودش رو به صورت حرکت اون ستاره میبینه چرا اون نمیتونه به سرعت نور و بیشتر از نور برسه خب این دیگه سوال خوبیه که دیگه نمیشه به همین راحتی جوابش داد و با اون استدلالهای قبلی هم نمیشه به جواب رسید باید یه جور دیگه به قضیه نگاه کنیم توی حالت قبلی که سفینه داشت شتاب میگرفت و از بیرون نگاه میکردیم گفتیم برای اینکه این شتاب از اتمهای عقبی سفینه منتقل بشه به جلو زمان لازمه که هرچی سرعت بیشتر میشد این زمان بیشتر میشد و بنابراین شتاب کاهش پیدا میکرد ولی وقتی از داخل سفینه نگاه میکنیم و ستاره داره از کنار سفینه عبور میکنه به نظر میاد که ستاره هم شتاب داره ولی واقعا نیروی نیست که به یک سمت ستاره وارد بشه و بخواد به سمت دیگه منتقل بشه کل ستاره به نظر میاد که همزمان داره شتاب میگیره و بنابراین دیگه با اون استدلال قبلی نمیتونیم بگیم که هرچی میگذره باید شتاب اون ستاره کم بشه اینجا من وضعیت حرکت ستاره رو از دید داخل سفینه به تصویر کشیدم که چون حرکت شتابدار با شتاب ثابته باید در هر بازه زمانی مسافت بیشتری طی بشه ولی این تصویر بدون در نظر گرفتن انقباز طول و در واقع دیدگاه نیوتونی به این موضوع از دیدگاه نسبیتی با توجه به انقباز طول از دید ناظر داخل سفینه همه طولها کوتاه میشه و هرچی هم سرعت سفینه بیشتر میشه این انقباض طول بیشتر میشه و هرچی این سرعت بیشتر میشه اختلاف طول طی شده توی حالت نسبیتی نسبت به حالت نیوتونی بیشتر میشه و برامنی شتاب کمتری رو تجربه میکنه و در نهایت در نزدیکی های سرعت نور دیگه تقریبا شتاب صفر میشه و سرعت ستاره در ظاهر دیگه تغییری نمیکنه و بنابراین هیچ وقت به سرعت نور نمیرسه مغز خودم با این توضیحات که دادم داغ کرده من برم یه استراحتی بکنم که مغزم نسوزه و به شما هم یه فرصتی بدم که روی این موضوعات فکر کنید چون واقعا دیگه نمیشه الان این توضیح رو ادامه بدم و بیام بهتون بگم که این سرعت نوری که ما فکر می‌کنیم محدود و 300 هزار کیلومتر در ثانیه است در واقع توی فضا بی‌نهایت حساب میشه و وقتی که ما میگیم به سرعت نور نمیتونیم برسیم منظور اینه که به سرعت بی‌نهایت نمیتونیم برسیم و بیشتر از نور هم که یعنی بیشتر از بی‌نهایت اصلا وجود نداره اوه فکر کنم تا همینجاشم هم نباید میگفتم خب فعلا تا همینجا نگه دارید قضیه رو تا بعدا دوباره بهش بپردازیم تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار